البته شما می فهمین که افغانستان در مرایل بسیار اساس سرنوشتاز قرار داره خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو چون اینا قبل خودشان رفیقای وفاداری بودن و از سریعت جامدن یک جا می از افغانستان خارج شوند ایالات متحده امریکا نظامیانش را زودتر از زمان تعیین شده از افغانستان خارج می کند توجه کنید به متن کامل این گزارش ایالات متحده ای امریکا اعلام کرده که خروج نظامیان امریکایی و ناتو از افغانستان زودتر از زمان تعیین شده انجام می شود. پیش از این قرار بود بر اساس فرمان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا بیرون شدن نیروهای ایالات متحده از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل شود. اما لوید آستن وزیر دفاع امریکا دیروز یعنی پنجشنبه شنبه با کنگرس این کشور گفت ممکن است این روند پیشتر از ماه سپتامبر پایان یابد. با گفته فرماندهی مرکزی امریکا تا کنون پنج تاسیسات نظامی امریکا در افغانستان به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده شده است. بودجه پیشنهادی 715 میلیارد دلاری وزارت دفاع شامل پول برای کمک به ارتش در توسعه توانایی هایش برای جلوگیری از عملات گروه تروریستی در افغانستان علیه ایالات متحده است. فرماندهان ارتش امریکا گفتند که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تهدیدات القاهده و گروه داعش را از خارج نظارت و به آن مقابله خواهند کرد. این نگرانی ابراز شده که ممکن شب نظامیان افراطی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تلاش کنند که دوباره بسیج شود. مقامات امریکایی گفتند که ایالات متحده تا کنون هیچ توافقنامه برای ایجاد پایگاه یا پرواز روی فضای افغانستان با هیچ یک از کشورهای امسایه افغانستان امضا نکرده است. این در حال است که لوید آستن وزیر دفاع امریکا تصمیم انتقال یگانه کشتی و پیمابر امریکایی را به شرق میانه منظور کرده است. چند روز پیش فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا اعلام کرد که آنها تخمین میزنند که عقب نشینی نظامی امریکا از افغانستان در حال حاضر در حدود 16 تا 25 درصد انجام شده است. این فرماندهی میگوید که در حال حاضر تقریبا 160 بار مواد و تجهیزات توسط تیارات سی هبده از افغانستان خارج شده است. علاوه بر این بیش از ده هزار قطع تجهیزات نظامی با آژانس لوجستیک نظامی امریکا تحویل داده شده است همچنین تاسیسات تحت کنترل ایالات متحده ای امریکا در افغانستان که باید به وزارت دفاع افغانستان پس داده شود تا کنون پنج تاسیسات نظامی امریکا به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده است جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته است که ایالات متحده در عرصه‌های دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی و امنیتی رابطه دوجانبه جدید با دولت افغانستان ایجاد خواهد کرد و ای گفته است که رابطه ایالات متحده ای آمریکا امریکا با نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان و طور دیگر ادامه خواهد یافت. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر پنتگان، واشنگتن دی سی.